سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. انتخابات پرحاشیه ترکیه به دور دوم رفت تا مجدداً این سوال در افکار عمومی مطرح بشه که چه کسی قرار هست رئیس جمهور آینده پیشروی ترکیه باشد. در این گزارش میخواییم بپردازیم به آن چیزی که اتفاق افتاده، یک بررسی داشته باشیم پیرامون حاشیه هایی که بخشش به فضای فارسی زبان کشید و در نهایت اگر فرصت شد بخشی از کامنت های شما دوستان عزیز را بررسی خواهیم کرد. روز گذشته بعد از شمارش بیش از 99% آرا اعلام کردن که این انتخابات به دور دوم کشیده شده و یک موضوعی که خیلی در فضای فارسی زبان مورد توجه قرار گرفت تبریک زود هنگام علیف بادکوبه به اردوغان بود. تبریک گفته بود که من تبریک میگم که بیشترین رأی آوردی. خب دمت گرم، بیشترین رأی آورده، باز دوباره باید دارد دور دوم رقابت بکنه ها. حالا شانسش زیاده، اوکی، ولی یه خورده راه داره ها. به نظرت میخوای صبر بکنی؟ اینجا یک نکته خودش رو نشون میده، من لازم هست بهش اشاره بکنم. از لیبی بگیرید تا برسیم به باکو، آن چیزی که اتفاق افتاده شکل دادن ائتلاف‌هایی و اتحادهایی در جهت خدمت به ترکیه و مردم ترکیه نبوده، در جهت خدمت به شخص اردوغان بوده. شما اینجا نگاه میکنی در کشور ترکیه آن چیزی که اتفاق افتاده این هست، از باکو داره فریاد میزنه برای اردوغان، برای ترکیه فریاد نمیزنه که، برای شخص اردوغان. فرد دیگری بیاید ظاهرا او نگران است. یک بررسی داشته باشید بین ارتباطاتی که این سالها ایران با دوستان و رقبای خودش، ببخشید رفقای خودش در منطقه داشته. برای کسی فرقی نمی‌کنه در ایران چه کسی به قدرت برسه و رئیس جمهور بشه و نفر اول بشه، در هر صورت آنها در کنار ایران هستند. اظهار نظرهای روز گذشته الیف اثبات کرد که اردوغان در این دو دههی که در قدرت بوده بیشتر از آن که برای ترکیه کار بکنه تلاش کرده برای هویت خودش و حزبی که ساخته است کارهای انجام بده. رونمایی هایی هم که در ایام انتخابات آورد همین بود دیگه، نشون داد که تلاش داره میکنه که همه اینها ذبح بشود در پای خودش به جهت اینکه بتواند در قدرت بماند. برجت آن چیزی که اتفاق میفته این بوده که این انتخابات به دور دوم کشیده میشه، چیزی حدود 49% آرا رو اردوغان کسب میکنه، 45% حدودن آرای رقیب اردوغان بوده، نزدیک 4% فکر میکنم اینها اختلاف آرا با هم داشتن. نکته قابل تأمل اینجا هست که برخلاف آن چیزی که تصور میشد در نظرسنجی ها، ماجرای دیگری اتفاق افتاد. قابل تأمل تر اینجا بود که دو طرف در یک بازه زمانی بسیار سریع، حتی تا بعد از شمارش آرا، یکدیگر رو به تقلب در انتخابات متهم میکردند. حتی اون کسایی که رقیب اردوغان بودن بر این تاکید داشتن که چیزی در حدود 1000 صندوق هست که پیرامونش بحث وجود داره، اینها رو اگر بخوان بررسی بکنن اصلا اردوغان شانسی برای پیروزی ندارد و رقیبش پیروز خواهد شد. اینا حرفایی است که در این بازه زمانی پیرامون این انتخابات مطرح شده. دوستان قبل از اینکه یک بررسی بکنیم پیرامون حاشیه هایی که انتخابات در روز 7 خرداد خواهد داشت و حرف و حدیثی که پیرامونش هست، یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم. خیلی ها در فضای فارسی زبان پرداختن به این که مشارکت در ترکیه بسیار بالا بوده، بعضی ها دیگه پرداختن به این که چرا بسیار بالا بوده. نمونه هایی از پیام هایی که در این خصوص مطرح شده و برخی توییت ها رو دوست دارم برای شما بخونم. اما عمده کاربرهایی که مشارکت زیاد در ترکیه رو زیر سوال بردن به 2-3 نکته اشاره کردن. یکی این که در انتخابات ترکیه کسانی که در انتخابات شرکت میکنن جریمه مالی باید پرداخت بکنن و همچنین بخشی از حقوق شهروندی آنها میتواند زیر سوال برود، یعنی میتونن تصمیم گیری هایی بکنن بعدن برای اینکه این حق شهروندی به چالش کشیده بشه. بعد اشاره کردن به اینکه حتی مشخص میشه چه کسی در چه نقطه‌ای باید در انتخابات شرکت بکنه و رأی بده. با در نظر گرفتن این مهم، بخشی از جامعه چاره‌ای نداره جز اینکه مشارکت داشته باشد. این در اظهار نظر برخی از سلبریتی های فارسی زبانی که خارج از کشور هستن. البته سلبریتی اجازه بدید نگم، بگیم کاربرهای پرمخاطب اینستاگرام. بله، کاربرهای پرمخاطب اینستاگرام بخشی از فارسی زبان هاشون که در ترکیه هستن هم به نوعی نشون داده شده که خیلی مرتجع قرار گرفته. یکی از این کاربرها به این اشاره کرده، گفته امروز انتخابات ریاست جمهوری ترکیه هست، رای دادن اجباریه و یا نه جریمه میشی و یه سری حقوق شهروندیت که نمیدونم چیه رو از دست میدی. من به کی باید رای بدم؟ باید بکوبم برم خونه خودم ببینم آدرس کجا رو گذاشتن برام، بعد برم اونجا رای بدم. این یکی از سلبریتی هایی است که، یکی از کاربرهایی است که در ترکیه به اصطلاح خودمان حضور دارد و این مسئله انتخابات رو
بهش اشاره کرده. بر اساس همین اظهار نظرها و اظهار نظرهای مشابه خیلی ها اومدن حتی اصل مشارکت حداکثری در ترکیه هم بردن زیر سوال، گفتن اگر چیزی به نام مشارکت حداکثری در ترکیه وجود داره لزوما به معنی دموکراسی نیست، اتفاقا دیکتاتوری هست که حاکم شده و به اونها تحمیل شده که بر اساسش محکوم باشن به اینکه یک دموکراسی رو بهش تن در بدهند ولو اینکه باش همراه نباشن. فارغ از اینکه این بحثا چقدر درست باشه و چقدر غلط باشه، میخوام یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم. قبلا هم گفتم برگزار کردن انتخاباتی با مشارکت بسیار بالا کار پیچیده‌ای در ایران نیست. شما همین الان صندوق رأی بیار، آقای خاتمی باشه، آقای احمد نژاد باشه، آقای لاریجانی هم باشه که احمد نژاد بتونه از طریقش افکار عمومی رو یه خورده درگیر بکنه، مسئله سه برادر و چیزایی از این دست رو مطرح بکنه. البته عدد برادران رو من اشتباه گفتم، ولی به هر جهت روی این قضیه یه خورده باش ور بره، افکار عمومی رو درگیر بکنه. اینو شما اگر فضا رو به این شکل در ایران برگزار بکنی و بخوای فراهم بکنی، مشارکت در ایران بالای 80% خواهد رفت، بالای 80% خواهد رفت. اما ارزشش رو داره؟ ترکیه انتخابات رو دو قطبی کرده به شکلی که دیروز پای صندوق‌های رأی زد و خورد بوده، دو طرف همدیگر رو متهم کردن به تقلب، دو طرف همدیگر رو به چالش کشیدن، دو طرف خودشون رو پیروز اعلام کردن. و یک نکته مهم وجود داره، خروجی همچین مشارکتی اگرچه طوری هست که شما نگاه میکنید میگه عجب جمعیتی رو آورد پای صندوق، ولی فردای این انتخابات هر کدوم حدود 50% رأی آوردن دیگه، درسته یا من دارم اشتباه میکنم؟ حدودا همین بوده دیگه، بین 45 تا 49%. فردای این انتخابات آن کسی که فاتح میدان باشد بیش از 20 و خورده میلیون مشارکت کننده منتقد در مقابل خودش داره که هر تصمیمی بگیره اینا قطعا به چالش میکشن. به چه دلیل؟ این رو خدمت شما عرض کنم، به این دلیل که فضای افکار عمومی دو قطبی شد. انتخابات ایران بعد از پیروزی دوم آقای احمدی نژاد نگاه بکنید فضای افکار عمومی چه تأثیری داشت در 4 سال دومش. ترامپ و بایدن رو نگاه بکنید، همین تأثیر رو بررسی بکنید، ترکیهش هم این شکلی خواهد بود. اینکه فلان جا با مشارکت بالا برگزار کرد لزوما خوشحال کننده نیستا. پوز چی رو می‌خوای در دنیا بدی؟ 5 سال بعد، 4 سال بعد چالش‌های پرفراز و نشیبی خواهی داشت. چرا؟ چون فضا رو دو قطبی کردی، همه چیز را ذبح کردی پای مشارکت. اینو در نظر بگیرید، از نگاه حکومتداری اگر این را در نظر بگیرید متوجه میشید که ایران یه چیزی رو فهمید، به هر قیمتی مشارکت نمیخوام. اگه قرار هست جامعه‌ام رو به جان هم بندازه مشارکت نمیخوام، چیزهای دیگری رو سعی میکنم اولویت قرار بدم. اجازه بدید چند نمونه توییت برای شما بخونم. اظهار نظر عباس عبدی از چهره‌های اصلاح طلب در همین خصوص، ایشون گفته که در انتخابات‌های قبلی خب جریان سیاسی که ایشون ازش مشخص حمایت می‌کنه خیلی واضح و روشن هست، نیاز به توضیح بیشتر نداره. در 2 دوره قبل هم ایشون حامی آیه روحانی بودن. گفته که امروز ترکیه و مردم آن برنده واقعی این انتخابات بود. راه حل نجات بخش ایران برگزاری چنین انتخاباتی است، نه کاریکاتوری به نام انتخابات 1400. آیه عبدی بسیار ممنونم از نکته‌ای که فرمودین. بیا یه چیز در نظر بگیریم آقا، بیاد در نظر بگیریم که انتخابات ترکیه مشارکت حداکثری داشت و نمونه پیروزی آن است، نشانه پیروزی آن است. ببینیم 5 سال بعد وضعیت کشور دیدیم، دو قطبی شدن کشور دیدیم، قضاوت میکنیم امروز رو. ولی بیا فرض بگیریم اینی که شما میگی درسته و فرض بگیریم ایران باخته چون 1400 رو با این مشارکت برگزار نکرده، هرچند اینم باید توی کرونا برگزار میکرد، مسئله ماسک و چیزهای از این دست رو در نظر میگرفت ببینیم مشارکتش پایین‌تر میآمد یا نه. نکته اول. نکته دوم، بمباران سنگین رسانه‌ای وطن فروشاش هم رو سرش تعریف می‌کردیم، بعد ببینیم چقدر مشارکت میمونه. همه اینها رو در نظر بگیر. لجبازی چهره‌های سیاست سیاسی داخلیش رو در نظر بگیریم، بعد ببینیم چقدر درش مشارکت میماند. همه اینها رو در نظر بگیر. ولی فرض می‌گیریم که آقا مشارکتی که در ایران برگزار شد در اوج کرونا یک فضاحت بود، یک شکست بود و شما داری درست میگی این مشارکت هم پیروزیه. خوبه؟ من سوالم از شما اینه، چرا هر انتخاباتی که رفقای اصلاح طلب ما تلاش میکنن درش شرکت بکنن اما قبلش به این جمع‌بندی میرسن که شانسی برای پیروزی ندارن، ممکنه پیروز نشن؟ یک تحریم انتخابات خاموشی از سوی آنها در این انتخابات ها پیش میاد. دقت کردی؟ انتخاباتی که شما حس کردید شانسی برای پیروزی ندارید رو یه بررسی بکنید. این حکومت در ماجرای حسن روحانی و انتخابات دور اولش، حسن روحانی 50% رأی برد. 250 هزار تا عدد رأی جابجا میشد، روحانی رئیس جمهور نبود.
عرض بنده این هست، یه بررسی بکنیم آنجاهایی که شما احساس کردی شانسی برای پیروزی نداری، ترجیح دادی اصلا چیزی به نام مشارکت درش حضور نداشته باشید، به طور علنی تحریم نکردید، بله، ولی تحریم خاموش خیلی واضح هست که اتفاق افتاده. پس حتی اگر فرض بگیریم که ایران مشارکت‌های کمی داشته و این نشانه در سال‌های اخیر مشارکت‌های کمی داشته و این نشانه باخت ایران است و مشارکت زیاد نشانه پیروزی ترکیه است که من اصلا اینو اصلا قبول ندارم، این رو هم بخوایم در نظر بگیریم، جماعت غربگرا اون گروهی هستن که باید دارن به حاشیه حرفی برای گفتن نداشته باشن، چون شما اثر داشتید تو این داستان، چون هر کجا که شما احساس کردید بازنده ماجرا هستید به گوشه رفتید تلاش کردید که حاشیه‌های درست بشود. بجد این بخشی از اظهار نظرهایی است که این روسا از دوستان غربگرای ما و اونهایی که به دنبال عقده گشایی هستند دیده میشه پیرامون مسئله ترکیه. هرچند بازم من تاکید میکنم عزیز، با بچه که طرف نیستی که مشارکت رو نباید زب بکنی پای دو قطبی سازی جامعت. بله مشارکت مهم است، اما اگر قرار باشه به دو قطبی منجر بشه، دو تا پیروز بیاد بیرون بایدن و ترامپ، دو تا پیروز بیاد بیرون چی بود اسمش قلیچدار و اردوغان، به درد جامعه نمیخوره، به درد جامعه، چون فردای جامعه همه یک دسته میشن بگن 88% مشارکت کردیم هورا. نه این هر تصمیمی بگیره از فردا 20 چند میلیون مخالف داره، چون فضا رو دو قطبی کردی. اینها رو گوشه ذهنتون داشته باشید، بریم بررسی بکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی در انتخابات ترکیه بعد از رسیدن به دور دوم افتاده است. یک اظهار نظری مطرح میشه از سوی فرد سوم این انتخابات تحت این عنوان که اگر بخوام از قلیچدارأوغلو در مقابل اردوغان حمایت بکنم شرطی وجود داره و اون شرط این هست که این آدم اون احزاب کردی که در کنارش هستن رو کنار بذاره. این تایید شد، رد شد، تکذیب شد، حرفای مختلفی پیرامون این اظهار نظر زده شد، اما اون چیز مهمی که وجود داره اینه روی کاغذ دارم عرض میکنم، در واقعیت ممکنه چیز دیگری رخ بده. روی کاغذ اگر انتخابات رو بخوایم بهش نگاه بکنیم برای دور دوم، قطعا اردوغان بازنده است. این اظهار نظرهایی که صورت میگیره اگر صحت داشته باشه و اگر دقیق باشه، ترجمه دیگرش این هست که قید بخشی از آراتو بزن برای اینکه من بتونم با تو همراهی بکنم. خب این باز هم به همون معنا هست که در این انتخابات اردوغان بتواند شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشد. متوجه منظور من شدین؟ فکر میکنم جنس اظهار نظری که داریم میبینیم از سوی فرد سوم در اون خوش قابل تعامله، بیشتر شبیه پاسگل به اردوغان هستن که بخواد مثلا مشارکتی داشته باشه در جهت کنار زدن اردوغان. و مسئله ای هست که خیلی ها پیرامونه کشیدن انتخابات ترکیه به دور دوم بهش اشاره کردن. گزارش های مختلفی رو میخوندم در خصوص اینکه غربی ها نگاهشون به مسئله انتخابات ترکیه چیه، یعنی اگر اردوغان پیروز بشود اونها بر این باور هستن که چی اتفاق میفته، اگر رقیبش پیروز بشه چه اتفاقی میفته. گزارشی دیدم در همین خصوص از میدل ایست آی، دوست دارم که بخشی از این گزارش رو برای شما دوستان عزیز بخونم. تو این گزارش اومده به چند تا نکته اشاره کرده، گفته اگر اردوغان پیروز بشه احتمالاً اون چیزهایی که اتفاق میفته این هست که ترکیه تلاش میکنه سیاستهای خودش در منطقه رو پیش ببره، ترکیه تلاش میکنه که فعالیتهای خودش در لیبی رو جدیتر بکنه، تلاش میکنه در جهت مقابله با گروههای کرد فعالیتهای جدیتری رو انجام بده، همچنین تلاش میکنه که در جایی به نام قفقاز اهدافی که داره رو پیش ببره. بعد گفته ارتباطش با غرب و روسیه هم از جمله چیزهایی است که تو گزارش اومده بهش اشاره کرده، گفته اینها با جدیت مثل غرب به همون سبک پیش خواهد رفت. از طرفی رقیب اردوغان رو اومده گفته رقیب اردوغان اگر به قدرت برسه تصمیم داره ریل گذاری ها رو عوض کنه، اما قطعا برای همچین چیزی با چالش های جدی روبرو خواهد بود و مخالفت های بسیار جدی روبرو خواهد بود. بعد گفته از طرفی به قدرت برسه یک مشکل اصلی که داره این هست که باید بتونه اپوزیسیون ترکیه رو با هم همراه بکنه، همدل بکنه، برای اینکه بخشی از برنامه‌هایی که دارد از جمله تنیزایی با غرب رو پیش ببره، فاصله گرفتن از روسیه رو پیش ببره، که قطعا توی اینها در سیاست داخلی ترکیه عده‌ای مخالفش خواهند بود، اظهار نظر خواهند کرد و برای شالشایی رو به وجود خواهند آورد. من ترجمهش بخوام بکنم و ساده‌ترش بخوام بکنم، باید اینجا برسم که عمده این گزارش‌ها به این اشاره می‌کنند فارغ از اینکه اردوغان پیروز بشود یا رقیب اردوغان، ما در 5 سال پیش رو یک ترکیه‌ای را شاهد خواهیم بود که فراز و نشیب‌های بسیاری را در سیاست داخلی خواهد داشت. بزرگترین حماقتی که کردن در این شرایط چی بود؟ بزرگترین حماقتشون این بود که انتخابات رو دو قطبی کردن، حیثیتی کردن، به شیوه‌ای که به شدت این فضا
دو قطبی شده، به شدت با تنش روبرو بوده در روز انتخابات، به شدت با حرفای تند علیه یکدیگر روبرو بوده است و این چالش هایی برای ترکیه پیش رو خواهد داشت. بله دوستان من، امروز رفقای اصلاح طلب ما، اونهایی که در 1400 ناراحت شدن از روند انتخابات و چیزهای از این دست، و رفقای دیگرمان امروز این تیکش رو به جمهوری اسلامی میندازن که مشارکت پرشوری داشتیدی، اما آینده پیش روی ترکیه فکر میکنم اگر منصف باشن نگاه آنها رو نسبت به مسئله مشارکت عوض خواهد کرد. طولانی ترش نمیکنم، فکر میکنم تا همینجا کافی باشه. فیلم و عکس از ترکیه دوستان خیلی زیاد داشتم برای اینکه دو قطبی بودن این جامعه رو با هم دیگه ببینیم. مجبورم از همش عبور بکنم. فیلم های منتشر شده از دعوا بین همسران پیرامونی که به چه کسی رأی بدن، بخشش واقعا خنده داره، بخشش واقعا قابل تعامله، واقعا شبیه به طنز نیست، بخشی از واقعیت هست که اونجا داره اتفاق میفته، قابل تعامله. کلکل های بین خانواده ها، دعواهای بین خانواده ها، این ماجرا 88 ایه، این ماجرا 88 ایه. مشارکت بسیار بالای از جنس 88 خوشحالی نداره، باید بزنی تو سرت، باید نگران باشی چی داره اتفاق میفته. به هر قیمت که مشارکت نیازی است تو یک جامعه. ترامپ رو نگاه بکنید، بایدن رو نگاه بکنید، فردای انتخابات آمریکا رو هم نگاه بکنید، ایران بعد از 88 رو نگاه بکنید، منتظر ترکیه هم باشید. اگر نکته بود در قالب پیام برام بفرستید. البته اینکه گفتم منتظر ترکیه هم باشید و لبخند زدم به این معنا نیست که برای دیگران بد میخواهم، بلکه اشاره‌ای داشتم به اینکه قطعا فرازنشوهای بسیاری در این جامعه با در نظر گرفتن آن چیزی که در این سالها در کشورهای مشابه دیدیم برای این مردم خواهد بود. اگر موافق باشی چند تا پیام برای دوستان عزیز بخونم. یک گزارش رو با هم کار کردیم درباره لشکر فاطمیون، بسیار بسیار بازخوردها مثبت بود، من خیلی خوشحال شدم. هم پیام رفقای افغانستانی خودم رو دیدم که خطاب به دوستان ایرانی ما پیام دادن، خطاب به برنامه ما پیام دادن و اون حس همدلی رو برای ما فرستادن، هم پیام های رفقای ایرانی که سعی کردن همدلی خودشان را به گوش رفقای افغانستانی در کامنت ها برسونن، اینها بسیار خوشحال کننده بود. رفیق عزیز ما آقای سید مصطفی حسینی از افغانستان برای ما پیام فرستاده، خیلی حس من رو خوب کردی، از شما ممنونم آقای سید عزیز، انشاءالله که پرچمت همیشه بالا باشه. رفیق دیگری آقای صادق گفته که سلام و درود به شرافت مرد رسانه‌ای، من یک افغانستانی هستم، وقتی وضعیت کشورم رو میدیدم که در هم شکسته و هر کسی از هر طرف بهش حمله میکنه و راحت مردم رو به جان هم میندازه، در مورد لشکر فاطمیون برادران عزیز معلومات زیادی نداشتم. همیشه این حسرت رو تو دلم داشتم و با خودم میگفتم چقدر دور از جان، چقدر بدبختیم. ولی از وقتی معلوماتم درباره لشکر فاطمیون بالا رفت خیلی خوشحال شدم و خدا رو شکر کردم بابت اینکه از ما هم انتخاب کرده برای یاری حجت برحقش. امیدوار شدم، خوش بودم، ولی امروز با دیدن این تحلیل و گزارشتان دیگه واقعا جلوی اشکام رو نتونستم بگیرم از خوشحالی زیاد، نگاهم خیلی وسیع‌تر شد، خدا رو شکر. خیلی مخلصم، ارادت دارم خدمت شما، بسیار حس من خوب شد با پیام شما. بله، مگر میتوان به قهرمانهای فاطمیون و قهرمانهای مقاومت افتخار نکرد؟ مگر میتوان به حماسه های اینها، به رشادت های اینها فکر کرد و اشک شوق نریخت؟ این واقعیتی هست که همه ما بهش اشراف داریم، حس همه ما نسبت به این قضیه خوب هست، ما امیدواریم که اون اتفاق تمدنی بیفته. دنیا درگیر خودشه، بسیاری در نقاط دیگر دارن حرفای میزنن، کارهایی میکنن، آینده پیش روی جهان بسیار متفاوت خواهد بود. اون چیزی که ما باید اینجا بتونیم انجامش بدیم این هست، سنگ بنای یک تغییر تمدنی تاریخی در منطقه گذاشته بشود. آقا سلاح به دست گرفتن رو پیشروی کردن و سرزمین ها رو فتح کردن و اینور کار کردن و اونور کار کردن کاری نداره، به خصوص برای ما که نیروهای سلحشوری داریم. اصل اینجا هست که شما بتوانید از سلاح، از توان و از امکاناتت استفاده بکنی برای اینکه امنیتی به وسط خاورمیانه بنا بشود که بتوانی روی اون کارهای انجام بدی. اصل اینجا هست. فاطمیون به دومی داره فکر میکنه. سلاح به دست بگیریم که به چی برسیم؟ خب تکفیری ها رو زدی، بعدش چی؟ خطر رو رفع کردی، بعدش چی؟ نه، بعدش باید چیزی روی این امنیت بنا بشود. ما باید برای این برنامه داشته باشیم. و من امیدوار هستم هر کسی داره برنامه من رو میبینه، اگر معلم هستین، اگر کارمند بانک هستین، اگر در یک اداره هستی، اگر تو یک مغازه کار میکنی، اگر کسی هستی که اگه کارگرین، نمیدونم با هر شغلی که هستین، در هر نقطه‌ای دانش آموزی، فعلا داری تو شبکه‌های اجتماعی برای خود می‌گردی، نگاهت این شکلی باشه، چیکار میتونی بکنی که این امنیتی که تعریف کرده ایم که قرار هست پایه‌های یک تمدن روی آن بنا بشود، بتونی درش ایفای نقش مؤثر داشته باشی.
تو رسانه و شبکه‌های اجتماعی باشی با تولید محتوا یا یه لایک میتونه اتفاق بیفته، معلم باشی با یک توضیحی درباره یک مسئله به یک دانش آموز میتونه اتفاق بیفته، در هر نقطه‌ای که باشی هر کاری داشته باشی با خدمت درست به جامعه میتونه اتفاق بیفته. نقش خودمون رو بفهمیم، خودمون رو باور بکنیم و تلاش بکنیم که اتفاق خوب در این منطقه رقم بخورد، که قطعاً به برکت خون شهدا و شرافت قهرمان‌هایی که داریم، سربازهایی در میدان ما که انصافاً از افغانستانیش بگیرید تا ایرانی و بقیه سلحشورترین ها هستن، به حرمت همه اینها به یاری خدا همچین اتفاقی دور نخواهد بود. نکته دیگر ندارم، اگر نکته داشتین در قالب پیام برام بفرستین. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.